به نام خدا، با عرض سلام و تقدیم ارادت، امروز 29 ماه اکتبر سال 2019 ساعت 9:10 بامداد به وقت غرب آمریکا این برنامه را به نام نامی حضرت حق و با درود حق به روان پاک اشرف انبیا محمد مصطفی آغاز بکنیم. این ایام مقارن است با رحلت رسول اکرم و این ایام محترم رو بزرگ می‌داریم و در یاد ایشان در برنامه گذشته مختصر سخنانی گفته شد و چون برنامه ها ضبط میشه و در نشریات مختلف وجود داره، دعوت میکنم که به اون مطالب مراجعه بشه که ما تکرار برنامه ها رو در اینجا انجام نداده باشیم. رسول اکرم یکی از بهترین و شاید بهترین بنده و عبد خدا بوده و در همه امور تابعیت کامل از حضرت حق داشته. قرآن درباره روش و شیوه رسول اکرم شاید که او رو به عنوان کاملترین پیامبر و پیامبری که همه داشته های پیامبران گذشته رو دارا بوده نام میبره. قرآن از میان انبوه کثیر پیامبران که همه اونها هم بدون استثناء وحی دریافت میکردند، هیچ پیامبری نیست به موجب قرآن که پیامبر بوده باشه و وحی دریافت نکرده باشه. به نظر میرسد که شرط پیامبری و اصلا علت موجودیت پیامبر دریافت آیه و ابلاغ آیه و تلاوت آیه است. بنابراین پیامبری ملازم با داشتن وحیه، مثل مکانیکی که مکانیک اتومبیل برای اینکه مکانیک باشه باید که آچار و لوازم کار رو داشته باشه. وحی لوازم کار یک پیامبره. همه پیامبران وحی دریافت می‌کردن و همه پیامبران وظیفه‌شون ابلاغ و تلاوت وحی بوده. نهایتاً در طول تاریخ به علت تغییرات شرایط و عوض شدن محدودیت‌ها و عوض شدن فرهنگ‌ها مرتب آیات کامل‌تر و کامل‌تر می‌شده که بتواند که برای هر دوره‌ای هم مردم رو به طرف کمال بالا بکشه و هم خودش کامل‌تر باشه که این قدرت کشش و قدرت تربیت رو داشته باشه. قرآن به 28 مکتب از مکاتب این پیامبران اشاره میکنه و بعد هم این موضوع رو تأیید میکنه و تذکر میده که تعداد پیامبران 28 نفر نبوده، بیش از اینها بوده. تعداد ذکر نمیکنه قرآن، ولی یک حقیقتی از این گزارش قرآن دریافت میشه، این است که قرآن تاریخ در واقع نبوت رو بیان نمی کنه.
وقتی قرآن یک مطلبی رو بیان نمی کنه، یعنی اون مطلب اطلاع به اون مطلب لزومی نداره، لازم نیست که ما تاریخ پیامبران رو بدانیم، لازم نیست که ما بدانیم چند پیامبر در طول تاریخ هدایت بشر وجود داشته. البته کسانی که عقل بیشتری از خدا دارند و میفهمند که خدا موجود بیعقلی بوده و قرآنش ناقص بوده، اونها تعداد پیامبران رو 124 هزار تا اعلام کردند و سندشون هم این است که پیامبر اسلام چنین گفته. یعنی پیامبر اسلام نگاه کرده دیده عجب قرآن کتاب ناقصه، ولی هان اشتباه خدا کرده و گفته که این کتاب کامله. و پیامبر از اونجایی که همه اشتباهات خدا رو میپوشانه و همه دردهای بیدرمان خدا رو درمان میکنه، همینطور که نماز ناقص خدا رو کامل کرده، تاریخ انبیا رو هم که خدا یادش رفته تعداد اونها رو بگوید، رسول اکرم به یاد آمده و اون اشکال خدا رو هم الحمدلله برطرف کرد. اما اگر به این ترتیب به قضیه نگاه نکنیم، قرآنی به قرآن نگاه کنیم، میبینیم که قرآن نه کتاب تاریخ است نه کتاب جغرافی. قرآن کتاب هدایت است. فقط برای اینکه ما یک وقت اشتباه نکنیم که تعداد پیامبران 28 تا بوده. چرا؟ برای اینکه 28 تا در قرآن اسم پیامبر آمده. برای رفع این اشتباه میگوید که من تعداد گزارش نمیدم به شما. من راجع به 28 صفت، 28 خصیصه، 28 مکانیزم و 28 روش و 28 اتفاق مهم در زمان 28 نبی برای شما گزارش میدم. یعنی درس و هدایت در چگونگی مکاتب آموزشی پیامبران حضرت حق بوده. مکتبی خارج از این 28 مکتب وجود نداره که آموزش آن به حکمت الهی لازم باشه. یعنی ما اگر این 27 یا 28 مکتب رو، 28 روش رو، 28 توضیحی رو که قرآن در مورد این انبیا میده بیاموزیم، ما با تاریخ آیات الهی و با رفتار و روش مجاز و معزون پیامبران گذشته کاملا آشنا میشه. و بیش از این هم ما احتیاج نداریم که 124 هزار یا 127 هزار یا 121 هزار پیامبر رو به یاد بیاریم و ببینیم اینها چه داشتن چه نداشتن، چه آموختن چه نیاموختن. قرآن به این لحاظ کامل است که 28 مکتب آموزشی رو در عرصه بین آدم تا خاتم، بین حضرت آدم تا حضرت محمد، در این مقطع به 28 مکتب تربیتی اشاره میکنه، به 28 سری از آیات خدا اشاره میکنه که جمع این 28 تا به اضافه آیاتی که در قرآن جدید بر اون آیات آمده، همه اینها در قرآن هست، ولی اون 28 مکتب به اضافه مکتب پیامبر، اون 27 مکتب به اضافه مکتب 28 که مکتب پیامبر اسلام باشه، مجموعه اینها قرآن رو از نظر مطبوعات
تشکیل میده. از نظر آیات، وقتی ما به آیات قرآن نگاه میکنیم، مثل همین آیهی که الان شروع خواهیم کرد، میگوید نوح به مردم چنین گفت. این یک آیه است مربوط به زمان نوح، در قرآن تکرار میشه. یونس در کشتی سوار شد، طوفان شد، گفتن این کشتی بیشتر از مثلا 10 نفر جا نداره، الان تو کشتی 15 نفرن، 5 نفر باید بپرن توی آب، هیچ چاره ای هم نداره و الا همه غرق میشه. گفتن چیکار کنیم؟ گفتن قرعه کشی کنیم. اینها آیاتی است که به یونس آمده، وارد شده و او تعریف کرده، یا تاریخی است که مربوط به زندگی یونس میشه، مربوط به گفتگوی او میشه، مربوط به اعمال او میشه، که جنبه تعلیماتی داره از نظر قرآن، از نظر خالق قرآن. اونها در قرآن تکرار شده، اونها در قرآن گزارش شده که بله، یونس از کشتی پرید پایین، افتاد توی آب، رفت تو دهن ماهی، چه شد چه شد، همه اینها. غرضم از این تذکر در آغاز کلام این است که ما وقتی که به قرآن نگاه میکنیم به این شکل، چون سوال کرده بودید که قرآن چگونه مجموعه کل آیات الهی است، یعنی هر آیه‌ای که خدا، اگه مثلا 1000 تا آیه به هر پیامبری گفته، همه اونها رو در قرآن تکرار کرده؟ نه، این کار رو نکرده، امکان هم نداره این کاری کرده باشه. فرض کنید که ما 100 هزار تا رسول داشتیم، هر کدومشون هم 1000 تا آیه دریافت کردن، خب این میشه 100 میلیون آیه که هر آیه تکرار مکررات آیه قبلی میشه. اون وقت یک کتاب قرآنی باید به دست ما باشه که 100 میلیون آیه داشته باشه که با این چی کار بکنیم؟ چجوری با این کار بکنیم؟ فرض کنید که یک آچاری خدا به ما بده که یه سرش اینجا باشه، یه سرش کره ماه باشه، بعد بگه با این آچار شما برید اتومبیل تعمیر کنید. بچه بودم، کودکی بودم، مسجد میرفتیم، ملا بالای منبر راجع به بهشت و جهنم صحبت میکرد، میگفت در جهنم دست و پای آدم رو با غل و زنجیر میبندن و یک زنجیرهایی هست که حلقه این زنجیر به اندازه کره زمینه، به اندازه کره زمین، با این حلقه ها دست و پای شما رو میبندن. خب خیلی میترسیدیم اون وقت که لابود زنجیر چقدر بزرگتر باشه سفتره دیگه، اذیتش بیشتره. و بعد میگفت که اما در بهشت، در بهشت زنهایی هستن که انقدر قدشون بلنده، خود این ملای محترم خیلی قدش کوتاه بود و به هر حال از حسرت دل و از آرزوهای نهانی خودش صحبت هم میکرد. در این حال میگفت در بهشت زنهایی هستن که اونقدر قدشون بلنده و اونقدر رشید هستن که یک پاشون روی زمینه و سر اینها به ماه میخوره، اینقدر قدشون بلنده، و این پاداش نیکوکارا در بهشت هست. که هر دوی اینها فاقد ایفاد وظیفه هستند و فاقد ایفای وظیفه و ایفاد وظیفه هستند هر دو. اگر که قرآن میخواست که مو به مو
همه حرفها و واجه های وحی گذشته رو تکرار بکنه یه کار غیر عملی و یه کار غیر آموزشی میشد. اما قرآن کار هر پیامبری رو در پیامبر بعدی به کفایت رسانده و برای هر دینی، دین قبلی اگر اسم اینطوری بگذاریم که راحت تر باشید شما، همه داشته های دین گذشته در دین بعدی است. این است که سلسله مراتب رو اگر طی بکنیم به دین اول، به دین حضرت آدم برسیم، معلومات و وحییاتی که به اینها شده همه اینها در هم به تکامل رسیده، ترکیب شده و اساره مفید اونها به پیامبر بعدی و به وحی بعدی افسوده شده و در وحی پیامبر بعدی به اساره وحی گذشته اشاره شده. به این ترتیب این اسرار و این وحی و این هدایت در طول زمان در این زنجیره رسالت حفظ شده. به این علت هست که قرآن میگوید که بین پیامبران فرقی یا فاصله ای نیست، چون چیزی به جا نمانده، فاصله ای ایجاد نشده، بلکه همه مطالب با همین مکانیسمی که عرض کردم به پیامبر بعدی منتقل شده و اگر آیه‌ای به اون آیه های قبلی اضافه شده در آیه های وحیانی پیامبر نهایی آخری گفته شده. در قرآن و در ارتباط با رسول اکرم که قرآن از او به نام خاتم به معنای نگین انگشتر و مهر هر دو، اگر خاتم بگوید یا خاتم بگوید، هر دو معنی مهر و ختم و پایان میده. اگر خاتم بگوییم به او تمام شده است، به او ختم شده است، یعنی او ختم شونده است. اگر خاتم بگوییم خدا ختم کننده است. در هر حال اگر خاتم باشد اشاره به خدا می شود، اگر خاتم بگوییم اشاره به محمد می شود و تفاوتی هم نمی کند که چطور تلفظ کنیم، یک مفهوم و یک فایده ای رو ارائه می کند. قرآن مجموعه است از آیاتی که به پیامبر وحی شده. در این آیاتی که به پیامبر وحی شده گزارش هایی درباره مجموعه موضوعاتی که به پیامبران گذشته وحی شده در ارتباط با هدایت در قرآن به اونها به قدر کفایت اشاره شده. این است که چون ما الان در این مرحله هستیم، این توضیحات رو دادم که الان در سوره الصافات ملاحظه میکنید که موضوع مربوط به مکاتب تعدادی از این پیامبران می شود و شما از طریق گزارش وحیانی قرآن این علم رو می آموزید، این اطلاع رو می آموزید که مثلا نوح چه آیاتی به او رسیده و خلاصه مکتب آموزشی توحیدی هدایتی زمان نوح چه بوده که اون مکتب معتبر و غیر قابل تغییره و در زمان رسول اکرم هم به اون مکتب اشاره شده و اون مکتب بخشی از آیات معتبری است که تا روز قیامت ارزش و اهمیت اون ادامه خواهد داشت. به این منظور مطالب کتب قبل و پیامبران گذشته به این شکل خلاصه شده و اساره گرفته شده و فهرستوار گزارش شده که وقتی ما به قرآن نگاه میکنیم بیشتر قرآن تکرار
آیات و مکاتب پیامبران گذشته بوده. به این لحاظ قرآن یک مجموعه است که شما با همه مکتب‌های آموزشی پیامبران گذشته از آدم تا خاتم آشنا میشید. مکاتبی که شاخص بودند، مکاتبی که تکرار یکدیگر بودند، موردی برای بازگو کردن اون نبوده. چون قرآن همونطور که چندین بار عرض کردم کتاب تاریخ نیست، کتاب علمی نیست، کتاب فیزیک نیست، کتاب کمیستری نیست، کتابی است که برای هدایت و اون چی که لازمه هدایت هست در اون پیام وجود داره. در آیه شماره آیه‌ای که باید الان شروع کنیم، آیه شماره 85 هست، ولی در آیه های قبلی، آیه 77، 78، 79، بعد از اینکه همه افراد گناهکار تنبیه میشن و خارج از کشتی نجات قرار میگیرن، کسانی که به کشتی نجات توسل داشتند و در کشتی نجات که همه اینها به نظر من متشابه، دلیلش هم وقتی به درباره نوح آیات دیگری بود توضیح داده شده، حالا اگر هم متشابه نباشه یا متشابه باشه، اگر که دریایی نبوده، کشتی نبوده، اینها اسطوره باشه یا واقعا این اتفاق افتاده باشه، تفاوتی نمی کنه. تفاوت این است که اگر ما خودمون رو محدود به کشتی و آب بکنیم، اون وقت جنبه شمول و گستره شمول تربیتی و هدایت کنندگی آیات تقلیل پیدا میکنه. یعنی اگر که ما نگرشمون رو محدود کنیم و مخصوص کنیم به کشتی و آب و نوح، اون وقت ممکن است که ما از شمول این کار عاجز بمانیم. از نظر عقلانی و ذهنی عرض میکنم که به صورت عادتی ممکنه ما خیلی سختمون باشه که بتوانیم از این مثال در عمل استفاده بکنیم. همش دنبال کشتی و آب میگردیم. اگر کشتی و آب نبینیم، مطلب از چنگ ما فرار خواهد کرد و آثار تربیتی و تجربی و تنبیهی و تنظیری آیه از بین خواهد رفت. به این علت من عرض میکنم که ما به جای کاربرد انرژی در این که این داستان بوده یا نبوده، یونس تو دهن ماهی رفته یا نرفته، ما به جای این کارها اگر که به درسی که از این ماجرا بایستی که معلوم بشه به اون درس بپردازیم و این فرصت‌های گرانبها را از دست ندیم و وارد مطالبی که بودن و نبودنش بی تفاوته، چه یونس در دهان ماهی رفته باشه یا نرفته باشه، اگر ما ماهی رو به یک نوع ظرف نفسانی بشناسیم که همیشه به شکل‌های مختلف در جامعه وجود داره و همیشه خطر برخورد با وقایعی که ما از اون وقایع اطلاع نداریم، قرآن ازش به نام فال و قرعه نام میبره. قرعه کشی کردن، بلیت بازنده افتاده به یونس، چند نفر از کشتی باید برن بیرون بمیرن، یکشم دویی، اگرم نری هولت میدیم پایین، شاید هم این کاری کرده باشن. اما اگر ما توجهمون رو فقط به کشتی و به ماهی و به یونس بدهیم،
اون وقت از اتفاقات دیگری که در حال ما زمان ما میفته که همون حادثه است و در اثر تصادفات خارجی، اتفاقات و وقایع خارجی مصیبتی به ما رسیده، مصیبتی که به نظر میاد تحت هیچ عنوان قدرت ما قابلیت حل او رو نداره. اون وقت در این اون داستان قرآن یک راههایی رو پیش پا میگذاره که وقتی به بنبست ها برمیخوری که تو در اون بنبست ها یا سهم تقصیری داشتی یا نداشتی، چه عمل و عکس العملی باید انجام بدی که از این مصیبت خارج بشی. این درس هایی است که از این مثال ها دریافت میشه. اما خب عادتا خوش میخوام ما یاد داریم و علاقه داریم که قصه بشنویم. در تابستان های گرم مکه و مدینه هم عرب بعد از ظهرها که میخواستن بخوابن، تعدادی از اونها که دوربر پیامبر بودن برای خواب قیلوله، خواب بعد از ظهر، احتیاج به یک بالشی داشتن که زیر سرشون بگذارن یا سرشون رو چوب میگذاشتن، بالاخره یه چرتی میزدن بعد از ظهر. و اونهایی که دور پیامبر بودن، وقتی پیامبر نشسته بوده، سرشون رو پای پیامبر میگذاشتن به جای متکا. و در اون زمان پیامبر از این خاصیت روانشناختی آدم استفاده میکرده و چون هم اونها هم برای چرت زدن احتیاجی به شنیدن داستان و قصه و افسانه داشتن، به پیامبر میگفتن خب حالا که اجازه دادی سرمون روی پاد بگذاریم، برای ما قصه هم بگو. اون وقت به عنوان قصه پیامبر آیه های قرآن رو برای اینها باز میخوانده و در واقع این خواب قیلوله بعد از ظهر یک مدرسه بوده که تلاوت و ابلاغ آیات رو در اون شرایط انجام میداد و مردم علاقه داشتن. وقتی اسم قصه روش میاد میان خب بگو ببینم چی شده. یکی از دلایل روانشناسی که قرآن متوسل به متشابهات میشه اینه که بشر داستان و قصه دوست داره. حتی اگر بداند که داستان ها دروغ است، باز هم میخواد این داستان ها رو بشنوه، چه برسه که داستان ها راست باشه. شما ملاحظه بکنید که قبل از اینکه صنعت سینما بیاد، تصویر رو ما ببینیم میشنیدیم یا میخواندیم دیگه. اول مرحله خواندن بود که ما توی روزنامه ها مثلا میخواندیم، یا مرحله قبلی بود که داستان ها رو موقع خواب میشنیدیم. تقریبا میشه گفت همه اندوخته های عاطفی و هویتی ما، فرهنگی ما، داستان هایی است که از نزدیکانمون شنیدیم و بیشتر از مادرمون شنیدیم، از پدرمون شنیدیم. معمولا مادرها بیشتر قصه میگفتن با اونها. منظور به این که قرآن مکاتب پیامبران گذشته رو که ناشی از وحی میشده که به اونها رسیده، به صورت درس های منظم و مرتب کلاسه شده و آماده شده در اختیار ما میگذاره و ما باید دقت کنیم و محو داستان نشیم. از داستان بیایم بیرون. هزار بار تا به حال این مثال رو زدم که پرتقال فروشی 10 عدد پرتقال خرید، دانه 1 دلار. 2 تا از این پرتقال ها خراب شد، 8 پرتقال باقی ماند، یا بقیه پرتقال ها اینها رو فروخت دانه 3 دلار. بی انصاف. پیدا بکنید که این پرتقال فروش سود کرده یا زیان. 2 گروه از آدم ها هستند. خود من سر کلاس شاید شاهد بودم، حالا مثال پرتقال نبود، مثال های مشابه بود. بعضی از شاگردان میپرسیدن که خب این پرتقال فروش اهل کجا بوده؟
اسمش چی بوده؟ چرا 10 تا خریده؟ چرا 15 تا نخریده؟ چرا مواظب نبوده پرتقالا خراب نشه؟ چرا ارزانتر نخریده؟ چرا گرانتر نفروخته؟ اصلا توجه ندارن به هدف داستان. حالا یک عده‌ای هم اصرار می‌ورزند که آیا این پرتقال فروش واقعیت خارجی داره یا نداره، در صورتی که ممکنه اینا ارزشی هم داشته باشه از نظر تحقیقات تاریخی، ولی سخن من بر سر علم تاریخ نیست، سخن من بر سر علم توحید است. اون چرا که در این مثال پرتقال فروش از ما می‌طلبند موضوع پرتغال و تجارت نیست، موضوع چهار عمل اصلی است. 10 پرتغال خریده، دانه 1 دلار. ما 10 بار باید 1 رو زیر هم جمع بکنیم ببینیم چقدر پول داده. این میشه جمع. تسهیل جمع میشود عمل ضرب. بنابراین ما به جای اینکه 10 تا 1 رو زیر هم بنویسیم، 10 رو ضرب در 1 میکنیم. پس این 2 عمل از 4 عمل اصلی. بعد میگوید 2 تا از اینها خراب شد، یعنی 10 منهای 2 بشه 8. خود معلم ببینی شما تفاضل یا تفریق بلد هستین یا نیستین، شد 8. این 8 پرتقالی که مانده دانه 3 دلار فروخته، ضرب رو داره امتحان میکنه، از شما میپرسه ببینید ضرب بلدید چند میشه؟ 8 ضرب در 3 مثلا میشه 24. 2 مرتبه تفریق رو از شما سوال میکنه که الان چقدر مایه بوده؟ 10 دلار. چقدر فروخته؟ 24 دلار. این 24 منهای 10 مساوی است با 14. حالا عمل تقسیم وسط میاد، چند درصد استفاده کرده؟ 14 تقسیم بر 10 میشه 140% استفاده کرده. اصلا موضوع پرتقال فروش در اینجا مطرح نیست. عرض نمی کنم که جنایته اگر کسی توجهش به اون جلب بشه، ولی از موضوع اصلی غافل میشه، چون اصلا طراح این سوال به هیچ عنوان منافعی در شناخت پرتقال و پرتقال فروش نداره، اصلا مورد نظرش نیست. فقط 4 عمل اصلی مورد نظرشه: جمع، تفریق، ضرب، تقسیم. میخواد ببینه اینا رو شما خوب بلد هستین یا نیستین. داستانهای قرآن یک پوششی داره، یک ظرفی داره، یک شرایطی رو نقاشی میکنه، ترسیم میکنه، در مقابل ما میگذاره، ما یک مطلب دیگری رو از اون باید بیاموزیم. اگر ما موقعی خواندن قرآن توجهمون به داستان رفت، مفهوم داستان رو نفهمیدیم. مهمترین داستان ها که در قرآن آمده داستان بهشت و داستان جهنم است، و بزرگترین افول شعور بشر در ارتباط با قرآن در مقابل این دو داستان اصلی است که در قرآن آمده، یعنی جنبه تشویق و پاداش در مقابل جنبه جزا و تنبیه. یکی برای تشویق و تحریک شما به حرکت کردن به طرف اون کار هست و انجام اون کار هست، تحریک و تشویق میکنه شما رو به اون طرف، و یکی سعی میکنه که شما رو منع کنه از طریق ارعاب و از طریق تهدید و از طریق ممنوعیت و بازداشت.
مجموعه این دوتا. اثر تربیتی قرآن رو نشان میده که تربیت بر دو اصل تشویق و تحریک، منع و تهدید، این دو برایندش میشه تکامل و تربیت بشر. اون زمان کودکی که یا نوجوانی یا هر چی که فیزیک میخواندیم در مدرسه، برایند نیروها رو تعریف میکردن. یادمه که یک رودخانه بود، یک قایق این وسط بود، دو تا ریسمان به این قایق میبستن، تناب بی ریسمان، یکی این طرف در ساحل، یکی این طرف در ساحل رودخانه. اینها قایق رو به زاویه 45 درجه میکشیدن به طرف خودشون، ولی قایق در جهت رودخانه، در خط مستقیم رودخانه حرکت میکرد، در حالی که نیروهایی که به قایق وارد میشد دو نیروی 45 درجه بود. ولی قایق نه به طرف اون فرد دست راست میرفت، نه به طرف دست چپ، از یک جهتی میرفت که به اونها هیچ ارتباطی نداشت، به همراهی نداشت، یک راه دیگری، راه سوم میرفت. اون چه که قرآن از ذکر داستانهای مختلف منظور نظر دارد برای ما این است که مجموعه تحریک و تشویق که طرف رو در واقع مرتب به طرف جلو میراند که برو به طرف این کار، برو این کار رو انجام بده، و بعد از طریق تهدید و تنذیر و گاه ارعاب، ایجاد رعب و وحشت میکنه در آدم، تن آدم شروع میکنه به لرزیدن. در واقع کسانی هستند که با تشویق بهتر هدایت میشن، با تطمیع بهتر هدایت میشن، با تشویق تحریک میشن، به حرکت در میان. بعضی ها هستند که از نظر تشویق و ترغیب مثل اسب هستند. اسب، شما اونهایی که اسب سواری بلد هستند میدانند که به اسب کتک نمیزنن. شما اگه اسب رو بزنید سرعت ازش نمیگیرید، اطاعت هم ازش نمیگیرید. روش های دیگری هست برای اینکه اسب رو مهار بکنن، ولی بیشتر با اسب صحبت میکنید شما تا اینکه او رو بزنید. فرض بفرمایید که اگه سوار اسب شدید، پاهاتون اگر جمع بکنید و به شکم او فشار وارد بکنید، میفهمید که یعنی تندتر باید بره. به عنوان مثال عرض میکنم، حالا وارد کلاس اسب سواری نمیخوام بشم. یا اینکه وقتی مثلا سرش رو ناز میکنید و نوازش میکنید و اینها، عکس العمل دیگری نشون میده. حیوانی که علی ظاهر خیلی شبیه به اسب، اولاق منظور من هست، اون این کارها رو نمی فهمه و برای سرعت رفتن از ابزار دیگری استفاده میکنه. ما ممکن است در مقابل حوادث روزگار عکس العمل‌های اسبانه یا عکس العمل‌های خرانه داشته باشیم. طبعا آدم‌های دنیا به این دو گروه تقسیم میشن و بعد گروه سوم که مخلوطی از این دو گروه هست. قرآن هم برخورد خرانه و هم برخورد اسبانه با ما دارد و هم گاه اینها را در کنار هم قرار می دهد. اکثریت غریب به اتفاق مردم ترکیبی از این دو تربیت هستند و قرآن هم اکثراً در این ترکیب و در این برایند حرکت میکند. یعنی حالت
در واقع جر و تعدیل رو در پیش میگیره قرآن و این دوتا رو در کنار هم قرار میده. اونهایی که بهشتی هن چنین چنانن، اونهایی که جهنم بلافاصله میگن اکثر اوقات این طوری هن، اونهایی که کار خوب کردن این طوری میشن، اونهایی که کار بد کردن اون طوری میشن. و در این دو سطح بالا میاد. آدم ها با چیزهای مختلفی تحریک میشن و با چیزهای مختلفی ترعیب میشن، با پاداش های مختلفی تحریک میشن و تطمیع میشن تا عادت کنند، با جزاهای مختلفی، با تنبیهات مختلفی متوقف میشن، با ممنوعیت های تهدید آمیز عادت میکنن که در یک قید و بندی قرار بگیرند و کم کم در این قید و بند شکل میگیرند و تغییر ماهیت میدهند. این پاسخ طولانی پاسخ گروه کثیری از شما بود که چرا قرآن به این داستان ها اشاره میکند و چرا حجمی از قرآن به خاطر اشاره به این داستان ها در واقع این حجم اشغال میشه و کتاب به این صورت حجیم در آمده. خیلی موضوع فوق العاده مهمی است که سوال کردید و تصور میکنم که مدتی بود که ما مدیون بودیم به شما که این پاسخهایی رو که خیلی مختصر و مجموع سعی کردم که تقدیم کنم به عرضتون رساندم. از همه سروران ارجمند به خصوص از کسانی که مساعدت تدریسی دارند با من در این کار، مثل استاد رستمی و استاد ابتهی و بقیه سربرانی که در اینجا حضور دارند، از همه این بزرگان سپاسگزاری میکنم و توفیق همه شما عزیزان رو از درگاه حضرت حق مسخرت دارم. سلام میکنم با آقای نبی پور که با تحمل مشکلات فراوان از اون سوی آبها نه تنها مسئولیت شنیدن این برنامه بلکه انتشارات بعدی او رو هم به عهده دارند. امیدوارم که در پناه حمایت حضرت حق باشید. در آیه 79 میگوید سلام، سلام من یعنی سلام خدا بر نوح در عالم ها. یونیورس ها، حتما همه شما بارها شنیدید که به این موضوع عرض کردم که یونیورس هنوز هم بعد از 1500 سال لغتی است که جمع بسته نمیشه در هیچ زبانی، نه زبان انگلیسی، نه زبان فرانسه، نه زبان آلمانی، اینایی که مختصری ازشون ما شنیدیم ندارن، یونیورسز ندارن. یونیورس رو به معنای هستی معنی میکنن، هستی ها دیگه نیست، یه یک هستی است دیگه، یک کائنات، یک کائن هست. اما در قرآن نه تنها یکی نیست که از دوتا هم بیشتره. یک عالم داریم، عالمین و عالمین، یک عالم، دو عالم، بیش از دو عالم، و به بیش از دو عالم اشاره میکنه، یعنی به یونیورس های مختلف اشاره میکنه، چه
دریاهای بسیار است، لیکن من نمی دانم. کلام مولوی است. در این موردم چندین بار من توضیح دادم که چطور من با حدیث مخالفم ولی با مولوی مخالف نیستم. اگر من یک بار از مولوی ببینم که او میگوید چون این کلام کلامی است که نقل قول از چنین چنان شده و روایت چنین چنان شده، بنابراین شما باید اینو انجام بدید، این گفته پیامبره، گفته پیامبر هم مثل گفته خداست، یعنی پیامبر شریک خداست، چون مشرک بوده شریک خدا بوده، کلامش ارزشش مثل کلام قرآنه. ما یه خدا داریم، یه قرآن، یه محمد داریم، یه کتابی هم داری که اون کتاب سنتش، که الان چون ما قرآن رو نمیفهمیم، سنت قرآن رو تشریح میکنه، بنابراین ما کتاب سنت باید بخونیم. و زنده باد آقای بخاری، زنده باد آقای طبری، زنده باد آقای کلنگی، زنده باد آقای مجلسی، همینایی که هستن، یعنی مشرک و مشرک ساز. مولوی هیچ چنین نگفته، مولوی اصلا ادعایی نکرده. مولوی یک آدمی است که قرآن رو خونده، یک چیزهایی به نظرش رسیده، اونها رو نوشته، همین کاری که من دارم میکنم. پس من حدیث میخوانم، هیچ ادعایی هم ندارم این حرفایی که میزنم درسته، ولی خب وظیفه داریم که همه ما قرآن رو بخونیم، اگه چیزی میفهمیم استنباطی میکنیم، استنباطمون رو بیان کنیم، بعد هم اعلام بکنیم که این نظر منه، این در ذهن من این حرف ها ایجاد شده. دلیل بر این نیست که مغز من درست کار میکنه، ذهن من درست کار میکنه و عیناً من حرفم حرف خداست. فکر میکنم دارم قرآن رو ترجمه میکنم و توضیح میدم، همین تمام شد. حالا وقتی که من نگاه میکنم، این بحث رو من یک جای دیگه هم کردم در همین برنامه ها، ما وظیفه داریم، ما وظیفه داریم که از نقطه نظر شیوه روانشناسی آموزشی، چون قرآن شما رو برای چی میخونید؟ شما اگه برای ثواب میخونید، برای خودتون بخونید. من قرآن رو برای ثواب نمیخونم، ثواب من قرآن رو میخونم یاد بگیرم، اطاعت کنم، اجرا کنم. اون وقت استنباط خودم رو با استنباطهای مخالف مطرح میکنم در ذهن خودم و احساس بدهی میکنم به شما که برای شما هم همین خدمت رو انجام بده. من در ذهن خودم فکر میکنم که این قرآن که ثابته، یعنی ما قرآن مولوی و قرآن خلخالی نداریم، یک قرآن ما داریم، اون وقت من پیش خودم فکر میکنم، من شرافتمندانه حقیقت رو دارم میگم، راست میگم، من پیش خودم فکر میکنم که بر خلخالی ها چه گذشته که چنین خدایی در قرآن دیدن، خدای وحشت، خدای فاقد شرافت، خدایی که فاقد رحمته، خدایی که بیمار روانی است، خدایی که بیمار جنسی است، خدایی که مظهر ظلمه. چی شده به خلخالی ها که قرآن رو این چنین دریافت کردند؟ از خدا و از قرآن مدد بگیریم که بتوانیم دلایل و عللی رو که پرورش اندیشه و ذهنیت خلخالیت میده با آدم، اون رو پیدا بکنیم که ازش احتراز کنیم، که استنباط ما مثل استنباط خلخالی از قرآن نشود. ولی شده، یعنی یک آدمی مثل خلخالی در مقابل این قرآن 30 سال قرآن خوانده، به قول خودش هی توی شبستان گفته ضربا زیدون امرن تا عربی یاد گرفته،
تا چه میدونم زبان فقه یاد گرفته، تا اصول یاد گرفته، تا خارج یاد گرفته، سطح یاد گرفته، نمیدونم علم رجال یاد گرفته. نتیجه همه این کارهاش با اتکاء به قرآن او در استنباط او. این اعمال و رفتاری شده که همه ما شاهد اون هستیم. متفکر دیگری مثل آقای مصباح یزدی که تهدیدم کردن ایشون من رو که من همه جا هستم، آن بس کن اسم منو نیار، من اسم شما رو میارم، شما هم هر کاری میخواید بکنید بکنید، من میدانم که شما همه جا هستید، خدا هستید شما دیگه، من میدانم که تروریست های شما همه دنیا رو گرفتن با پول اون مردم بدبخت. میفهمم، احمق که نیستم من، اما یک وظیفه دیگه هم من به عهده دارم. یا من این کتاب رو باید جمع بکنم، از فردا کتاب چلتوتی یاد بدم به مردم، یا اگر من اینجا نشستم و ادعا میکنم که من قرآن رو میخوانم، خدا به پیامبرش میگه همه ی قرآن رو بخوان، نکند که از ترس بعضی ها بعضی از قسمت های قرآن رو پنهان کنی. محمد، اون فرمان خدا برای من هم هست، برای تو هم هست. نکند که از مصباحی ها بترسی و آیاتی رو که مربوط به او و انتقاد از او می شود نخوانی. به من هم گفته خدا در همین قرآن، و من خدا پرستم، من مطیع قرآنم، من مطیع فرمان خدا هستم، فرمان خدا را اجرا می کنم و نه از مکتب خلخالی می ترسم، نه از مکتب مصباح یزدی، نه دیگران که بدتر و بدتر و بدتر از اینها هستند. ترسی در من نیست. بگذاریم. یک کسی مثل مصباح یزدی به قول خود ایشان 30 کتاب فلسفه نوشته، 30 کتاب، 30 عدد کتاب. حالا اگر ادا در آورده به اون سی مرغ خواسته که این هم دهنکجی کرده باشه، اون رو نمیدانم، ولی به هر حال سفارش داده که 30 تا کتاب فلسفه بنویسن به نام ایشان. ببخشید، خودشون نوشتن، اشتباه گفتم. درسم خیلی خونده، پروفسور فلسفه هم هست، از او به نام فیلسوف شرق باید نام ببرن اونهایی که اونجا هستن. البته نگاه میکنیم که استنباط این فرد از قرآن چیه. میبینیم اولا این قرآن رو که خونده فهمیده که این قرآن کتاب بی خودیه، کتاب دروغیه و کتابی است که باید استفاده کرد از این کتاب در استعمار و استثمار مردم. این اولین نگرش مکتب مصباح و مکتب اون یکی خلخالی به قرآن است، و استنباطش از قرآن این است که به مرد زندار در زندان جلوی زنش می شود لواط کرد. در فتوای این آقا آمده، آن صداش هم ضبط کردن. من موافقتی با حکومت اسرائیل ندارم، ولی یکی از خبرگزاری های اسرائیل صدای ایشان رو در موقع گفتن این فتواها ضبط کرده و موجوده که کاملش هم نوشتن، صداش هم موجوده که اگر لازم باشد برای مصالح اسلام تجسس بشود، حکم قرآن باید شکسته بشود و تجسس باید انجام بشود، استنتاق باید انجام بشود، و اگر متهم به اصطلاح افشای اسرار نکند برای حفظ اسلام عزیز، می شود که با او چنین چنان کرد. در این تلویزیون یا اصلا در پابلیک نمیشه که این فتوای ایشان رو خواند، به لحاظ مستحکم بودن ادبیاتی که به کار بردند، ولی
وقتی که انسان نگاه میکنه میشنوه این چیزها را، اصلا از وجود خودش هم متنفر میشود. منظور این که این آدم این استنباط های خودش رو میگه از قرآن یاد گرفت. حالا شما این استنباط رو در کنار استنباط مولوی قرار بدید، در کنار استنباط سعدی قرار بدید، در کنار استنباط بقیه بزرگان قرار بدید، و بعد شما مسئول هستید که اکتشاف بکنید، پیدا بکنید که بر نوع خلخالی و مصباح یزدی چه میگذرد، در درون اینها، در ذهنیت اینها چه میگذرد که چنین استنباطی از قرآن میکنند، و در درون مولوی چه میگذشته، در درون سعدی چه میگذشته، در درون بیدل چه میگذشته، در درون حافظ چه میگذشته که اون استنباط ها را از قرآن کردند. این دو برداشت با دو ذهنیت به ما این حکم رو میکنه و این الزام رو برای ما به وجود میاره که ما این دو ذهنیت رو مطالعه کنیم و ترتیبی بیاندیشیم، از قرآن مدد بگیریم، از مکتب تربیتی قرآن مدد بگیریم، تعلیل علت کنیم و به دام علتهایی که ما رو به طرف استنباط نوع خلخالی و تمساحی از دی میبرد، از اون نوع استنباط ها و از وقوع در اون معلول ها خودداری کنیم و دور بیستیم و سعی کنیم که بیاموزیم که امثال مولوی چه ذهنیتی داشتند که ذهنیت اونها موجب این چنین استنباطی از قرآن شده. بر این اساس است که یادآوری این دو ذهنیت در کنار آموزش و فراگیری قرآن یک وظیفه است، یک فرض است برای همه ما. موضوع این نیست که ما اینجا شعر بخوانیم یا میخوایم کلاس ادبیات تشکیل بدیم. امیدوار هستم که این پاسخ من این تفاوت رو برای اون بینندگانی که این مطالب رو در نظر دارن که چرا خارج از قرآن میخوانی، شما که با حدیث مخالفی، این هم نوعی حدیث است، امیدوارم قانع شده باشند که این نوع سخنها حدیث نیست و شما مسئول هستید که مطالعه کنید و مردم رو تشویق و دعوت به مطالعه کنید و بیماری های ذهنی که موجب انحراف استنباط صحیح از قرآن می شود پیدا بشود، تجزیه و تحلیل بشود و از علل و عوامل ایجاد خطر جلوگیری بشود. ما دقایق کوتاهی تنفس می گیریم، برمی گردیم و مستقیما به تشریح ادامه آیات می پردازیم. با ما باشیم.